در این درس آموزش گرامر زبان انگلیسی با آموزش سوالات تاییدی یعنی question tags میپردازم. سوالات تاییدی سوالات کوتاه اما بسیار پر استفاده در زبان انگلیسی است. در مکالمات روزانه شما همیشه با این نوع سوالات سر کار دارین و اگر میخواهید یک موضوع بسیار کاربردی گرامر زبان انگلیسی را بیاموزید تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. سلام، شگوفه شریفی هستم. به چنل ایزی لرنینگ خوش آمدید. در مجموع ما سه نوع سوال داریم در زبان انگلیسی که عبارتند از open questions یعنی سوالات باز، yes no questions سوالات بله و نخیر و question tags به معنی سوالات تاییدی یا پرسش های تاییدی. دوست عزیز، در دو درس قبلی ما open questions و yes no questions را خواندیم. برای تماشای آنها شما میتونین به لینک هایی که در بالا گذاشتم مراجعه کنید. و موضوع درس امروز question tags یا tag questions میباشه. پرسش تاییدی یا سوال ضمیمه کوتاه یا همان question tags سوال کوتاهی است که با آخر جمله اصلی اضافه میشه و آن را به جمله سوالیه تبدیل میکنه. دوست عزیز ببینین این قسمت هایی را که من با رنگ سرخ نوشتم اینا tag question های ما هستن. گفتیم tag question چیه؟ tag question یک سوال کوتاهیه که بعد از جمله اصلی میاد یا به جمله اصلی اضافه میشه. هدف از بکارگیری question tags یعنی چرا ما question tags را اصلا نیاز داریم یا استفاده میکنیم؟ از question tags ما برای گرفتن تاییدی یا confirmation برای جمله‌ای که گفتیم استفاده میکنیم. یعنی دوستا گاهی ما یک جمله را میگیم و میخواییم که تایید و موافقت مخاطب خود را درباره جمله‌ای که گفتیم بگیریم. در این حالت برای گرفتن تاییدی و موافقت طرف مقابل از question tags استفاده میکنیم. مثل she is coming to the party isn't she. ببینین ما این جمله رو میگم she is coming to the party، او به مهمانی میاد. حالا به کسی که این جمله رو گفتم ما میخوایم که موافقت اون نفر را جلب کنم، یعنی میخوایم که اون نفر هم با ما موافق باشه. پس در این صورت ما از question tag استفاده میکنم، میگم isn't she. دوست عزیز question tags یا enemy پرسش های کوتاهی که بعد از جمله اصلی آمده اینا رو ما در فارسی به مگنه و درسته ترجمه میکنیم. یعنی وقتی میگیم she is coming to the party isn't she، منظور ما این است که او به مهمانی میاد. مگنه، وقتی میگیم مگنه ما میخواییم که طرف مقابلم با ما موافقت کند. پس طرف مقابلم در جواب میگه بر ما که بله او به پارتی میاد. You don't like coffee, do you? ما شما رو میشناسم و میدانم که شما کافی دوست ندارین یا قهوه دوست ندارین. و برای ازی که تایید یا موافقت شما رو بگیرم ماستر کوشن استفاده میکنم و میگم do you؟ یعنی که شما قهوه دوست ندارید مگه نه؟ و شما هم میگین بله من قهوه دوست ندارم. They won't be late, will they? آنها دیر نمیکنن. ما اونا رو میشناسم و میدانم که اونا دیر نمیکنن، چون هیچ وقت نشده که اونا دیر برسن. و برای ای که موافقت شما رو جلب کنم از شما هم میپرسم که they won't be late، آنها دیر نمی کنن، will they؟ درسته یا مگه نه؟ You will be there on time won't you؟ میگه شما به موقع آنجا خواهید بود مگه نه؟ won't you؟ مگه نه؟ He didn't go to the party last night، او دیشب به مهمانی نرفت، did he؟ درسته یا مگه نه؟ و شما هم میگین که بله و مهمانی نر. نکته بعدیه که دوست عزیز این question tag های ما با یک کاما از بقیه جمله جدا میشن، یعنی از جمله اصلی ما با یک کاما اینا جدا میشن. پس گذاشتن این کاما قبل از tag question مهم است. نکته دیگه ای که شما نیاز هست دوست عزیز بدانید اوی است که بخشی که قبل از tag question میاد، یعنی این همی بخش که با رنگ سیاه نوشته شده، اینا به نام های مختلف یاد میشه. در بعضی کتاب ها به این بخش که قبل از tag question میایه به این سنتنس میگه که ما در این درس به عنوان سنتنس از قسمت یاد کردیم، و در جاهای دیگه به نام های remark یا statement هم یاد میشه. پس چی بگویم سنتنس، چی بگویم ریمارک یا چی بگویم استیتمنت، تمامی این کلمات برای نمی بخشی که قبل از tag question می آید اشاره دارد.
اگر تا اینجا درس برایتان مفید بود، لطفاً ویدیو را لایک کنید تا افراد بیشتری از آن مستفید شوند. اگر جمله مثبت باشه، question tagش منفی است. مثل Kate will be here soon. Won't she? ببینین جمله ما یا remark یا statement یا به هر نامی که شما ای رو میشناسین، اگر این جمله که قبل از tag question میه مثبت باشه، بنابراین به دنبالش ما negative tag داریم یا تگ منفی داریم. Kate will be here soon جمله مثبت است و به ادامش ما نگتیف تگ داریم. Won't she؟ به این معناست که کیت به زودی اینجا خواهد بود، مگه نه؟ There was a lot of traffic. میبینین که جمله ما مثبته، یعنی وربی که در اینجا استفاده شده، این ورب های ما مثبت هستند. بنابراین چون جمله مثبت است، به دنبالش چی میاد؟ تگ منفی. Wasn't there؟ میگه ترافیک زیاد بود، مگه نه؟ اما اگر جمله شما منفی باشه، بنابراین تگ شما مثبت است. پس کاملا برعکسه، یعنی اگر جمله مثبت باشه تگ منفی است، اگر جمله منفی باشه تگ مثبت است. ببینین جملات را. Kate won't be late. Kate دیر نمی کنه. Will she؟ مگه نه؟ جمله ما منفی است، چون در اینجا از ورب منفی استفاده کردیم. پس تک کوشن ما چیه؟ مثبت. Will she. They don't like us, do they? آنها ما رو دوست ندارن، مگه نه؟ ببینین جمله ما منفی است و پوزیتیف تگ را بدون با. دوستای عزیز، ما برای ساختن question tags نیاز به auxiliary verb و subject داریم. Auxiliary verbs چیه؟ Auxiliary verbs افعال کمکی هن، مثل to be verbs is, am, are, was, were، یا to do verbs مثل do, does, did و to have verbs مثل have, has و had. اینا auxiliary verb های ما هستن که ما نیاز به اینا داریم برای ساختن question tags. در صورتی که در جمله بی وربس داشته باشیم، در تکاشن ما همان بی ورب را به کار میبریم. مثلا You are cold, aren't you؟ ببینین در جمله ما از بی ورب آر استفاده کردیم و همین بی ورب را ما در تکاشن هم استفاده میکنیم. Aren't you؟ چرا aren't you شده؟ چرا نگتیف تک شده؟ به خاطر که جمله ما پوزیتیف است، جمله ما مثبته، بنابراین نگتیف تک را به دنبال داره. Tom was tall, wasn't he؟ ببینین عین to be verb که در جمله استفاده شده، همان to be verb را ما در تکاشن هم استفاده می کنیم. نکته دیگه ای که در این قسمت شما متوجهش باشین ای است که اگر subject شما noun باشه، بنابراین در تکاشن شما از pronoun استفاده می کنین، نه noun. یعنی به جای Tom ما از he استفاده کردیم در اینجا. I am not talking too much, am I؟ در جمله ما از to be verb am استفاده کردیم و در track question هم از auxiliary verb am استفاده کردیم. جمله ما منفی است، به همان دلیل track question ما مثبت میشه. Am I. They are going to the beach tomorrow, aren't they؟ از are استفاده کردیم، دوباره همان to be verb در track question استفاده کردیم و track question ما منفی است چون جمله ما مثبته. There was a lot of traffic, wasn't there؟ There was a lot of traffic. جمله مثبت است، از to be verb was استفاده شده و ما در track question از همان to be verb استفاده میکنیم، ولی track question ما منفیه چون جمله مثبت. I'm late, aren't I؟ تعجب نکنین که ما به جای aim از aren't اینجا استفاده کردیم. دوست عزیز، این یک استثناست در قسمت to be verb. اگر جمله شما مثبت باشه و شما to be verb am را داشته باشین، بنابراین در تکاشن از aren't استفاده میکنین. ما aren't در انگلیسی نداریم، یعنی نمیتونیم بگویم aren't I، بنابراین به جایش از aren't I استفاده میکنیم. دوست عزیز، فرق نمیکنه که auxiliary verb ما چی باشه، یعنی چی to be verbs باشه، چی to have verbs و یا to do verbs باشه، در هر صورت ما از همان auxiliary verb که در جمله ما استفاده شده در tag question استفاده میکنیم. مثلا You haven't seen my keys. You haven't seen my keys. در جمله ما auxiliary verb have است و ما همین auxiliary verb در tag question هم استفاده میکنیم. You haven't seen my keys جمله منفی است و باید tag question ما مثبت باشه. Have you؟
میگه که تو کلید مرا ندیده ای، درسته؟ They have seen that movie before, haven't they? بازم auxiliary verb have رو داریم و در تک question هم از دوباره عین همی auxiliary را استفاده میکنیم. به این معناست که آنها آن فیلم را قبلا تماشا کردن، مگه نه؟ haven't they؟ مگه نه؟ She has been to Paris before, hasn't she? میگه که او قبلا به پاریس رفته است، مگه نه؟ hasn't she؟ پس در اینجا auxiliary verb ما هست و همان auxiliary verb ما در تکاشن هم استفاده میکنیم. They do not go to the meeting, do they؟ میگه که آنها به جلسه نمی روند، مگه نه؟ ببینین از auxiliary verb do استفاده کردیم در جمله و عین auxiliary verb را در تکاشن هم استفاده کردیم. She did not do her homework, did she؟ میگه او کارخانگی خود انجام نداد، درسته؟ یا مگه نه؟ پس همین auxiliary verb را ما در تکاشن هم بکار. دوست عزیز، برای حمایت از ما لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید. اگر در جمله مودل وربس داشته باشیم، در تکاشن هم همان مودل وربس را استفاده می کنیم. حالا مودل وربس چیه؟ مودل وربس های عبارتن از can, could, may, might, shall, should, will, would و غیره. پس اگر هر کدام از اینا رو ما در جمله داشته باشیم، عین همان مودل ورب را ما در تکاشن هم استفاده می کنیم. مثل تیم should be here by now، میگه تیم باید تا حالا اینجا باشه. shouldn't he؟ مگه نه؟ ببینین ما از مدل ورب شود استفاده کردیم و همان مدل ورب را در تکاشن هم استفاده کردیم. you could have done better on that test، شما میتونستین در آن امتحان بهتر عمل کنین. couldn't you؟ مگه نه؟ خب از مدل ورب could در جمله استفاده کردیم و در تکواشن هم همان رو به کار بردیم. She should have taken the job offer, shouldn't she؟ او باید پیشنهاد کار رو میپذیرفت، درسته؟ پس ما در جمله should استفاده کردیم و در تکواشن هم از همان مدل ورب استفاده کردیم. You would have been lost without a map, wouldn't you؟ بدون نقشه گم میشدیم، مگه نه؟ She can speak many languages, can't she؟ میگه که او میتونه با زبانهای مختلف صحبت کنه، مگه نه؟ اگر جمله auxiliary verb یا فعل کمکی نداشته باشد چی کار کنیم؟ ما میدانیم که بدون auxiliary verb تکاشن ساخته نمیشه. پس در این حالت ما چی کار میکنیم و چطور میتونیم تکاشن خود بسازیم؟ دوست عزیز، در این حالت یعنی در صورتی که جمله شما auxiliary verb نداشته باشه، شما از to do verbs یعنی do, does و did مطابق زمان و فاعل جمله تان استفاده میکنین. مثلا She studies a lot, doesn't she؟ ببینین زمانی که جمله شما auxiliary verb نداشته باشه، مثل این جمله She studies a lot، هیچ auxiliary verb وجود نداره. در اینجا قدم اولی است که ببینیم که جمله شما کدام زمان رو نشان میده. حالا کدام زمان رو نشان میده این جمله؟ بله، simple present یا زمان حال ساده رو نشان میده. در زمان حال ساده ما از کدام auxiliary verb ها استفاده میکنیم؟ از to do verbs، از این سه تا کدام هایش برای زمان حال ساده استفاده میشه؟ درست هستین، از do و does. قدم بعدی که ببینید سابجکت شما چی است، چون auxiliary verb را باید شما مطابق سابجکت به کار ببرید. سابجکت ما شی است، یعنی سوم شخص مفرد. با سوم شخص مفرد ما از auxiliary verb does استفاده میکنیم. پس میشه doesn't she. He likes pizza, doesn't he؟ یه مثل جمله بالا، جمله ما چی هست؟ auxiliary verb نداره، زمان حال ساده رو نشان میده و سبجکت ما هیه که ما از auxiliary verb does استفاده میکنیم همراهش. جمله بعدی You ate breakfast this morning, didn't you؟ بازم این جمله رو میبینیم. اول ببینین که آیا auxiliary verb داره یا نه. auxiliary verb نداره. قدم بعدی است که ببینیم کدام زمان رو نشان میده. کدام زمان رو نشان میده؟ زمان گذشته ساده. چرا؟ چون ate گذشته eat هست. پس زمان گذشته ساده. برای زمان گذشته ساده ما از کدام auxiliary verb استفاده میکنیم؟ از did. did با تمام سابجکت ها استفاده میشه، یعنی فرق نمیکنه که I باشه، we، you، he، she، it،
they. با تمام این سبجکت ها شما میتونین از did استفاده کنین. پس didn't you? They enjoy playing soccer, don't they? میگه آنها از بازی فوتبال لذت میبرن. مگه نه؟ خب جمله ما چیه؟ جمله ما جمله مثبت است و همچنین هیچ اکسلری وربی نداریم. قدم بعدی است ببینیم کدام جون کدام تنس یا کدام زمان هست. کدام زمان رو نشان میده؟ زمان حال ساده. در زمان حال ساده ما از do does استفاده میکنیم. حالا باید به سبجکت خود دقت داشته باشیم که سبجکت ما چی است. چون سبجکت they هست ما نمیتونیم از does استفاده کنیم، همراهش از do استفاده میکنیم. میشه don't they. They watched a movie last night. آنها دیشب یک فیلم را تماشا کردند. Didn't they? مگه نه؟ You know how to swim, don't you? شما میدانین چگونه شنا کنین یا شما شنا را بلدین؟ مگه نه؟ Don't you? مگه نه؟ جمله چیه؟ زمان حال ساده را نشان میده. به همین دلیل ما از don't استفاده کردیم در تکاشن. برای آشنایی با زمانهای ساده دوست عزیز میتونین به ویدیویی که لینکش را در بالای صفحه گذاشتم مراجعه کنید. حالا در این قسمت 5 تا نکته بسیار مهم درباره تکاشن را به شما آموزش میدم. نکته اول، اگر جمله ما با let's شروع شده باشه تکاشن ما شلوی میشه. مثل let's go for a walk، بیا بریم برای قدم زدن. Shall we؟ درسته؟ پس اگر جمله شما با let's شروع شده باشه تگ شما میشه چی؟ shall we. Let's speak English. Shall we؟ بیاید انگلیسی صحبت کنیم. درست است؟ shall we. نکته دوم، تکاشن برای جملات امریه همیشه will you است. will you. برای imperative sentences تکاشنش همیشه will you می باشه. حالا imperative sentences او جملاتی هست که برای امر کردن و خواهش کردن استفاده میشه. مثل don't be late، یک جمله امریه است. don't be late تکوشنش میشه will you. please speak loudly، لطفا بلند صحبت کنید، خواهش است، بازم imperative sentence است و ما از tag will you استفاده میکنیم. will you. open the window، بازم یک امر است. will you. میگه که کلکین را باز کنید. will you. درسته. نکته سوم، زمانی که در یک جمله کلمات مانند none, nobody, hardly, hardly ever, nothing و غیره بیاید، این صورت او جمله به عنوان یک جمله منفی تلقی شده و نیاز به تکاشن مثبت دارد. پس اگه جمله شما داره یکی از این کلمات بود، چون این کلمات بار منفی دارد، بار معنای منفی دارد، بنابراین جمله مثبت شما را به منفی تبدیل میکنن و چون جمله منفی است بنابراین تگ مثبت باید به دنبال داشته باشه. مثل He hardly ever goes to cinema. شاید شما فکر کنین که این جمله جمله مثبته، چون ظاهرا مثبت به نظر میرسه و کلمه not را ما در اینجا نداریم. اما دوست عزیز این جمله یک جمله منفیه. به خاطر چی؟ به خاطر که ما hardly ever را داریم. hardly ever به معنای به ندرت، او به ندرت به سینما میره و enemy hardly ever چون بار معنای منفی داره جمله ما را منفی میکنه و ما برای ساختن تکاشن باید در نظر بگیریم که این جمله جمله منفی است و باید تکاشن ما مثبت باشه. does he؟ ببینین does he، ما نگفتیم doesn't he بلکه گفتیم does he. نکته چهارم، اگر فاعل جمله nobody, anybody, everybody و غیره باشه، در این صورت ضمیر they در تکاشن استفاده میشه. دوست عزیز ببینین جمله را nobody liked her, did they؟ چون فاعل جمله ما nobody هست، ما در تکاشن به جای nobody از ضمیر they استفاده میکنیم. یعنی شما گفته نمیتونین did she یا did he یا did nobody، بلکه به جایش باید از they استفاده کنین. نکته آخر یا نکته پنجم، اگر فاعل جمله this یا that باشه، به این صورت در تکاشن ما به جای this و that از it استفاده میکنیم. اما اگر فاعل جمله ما there باشه، به این صورت در تکاشن there
دوباره استفاده میشه. دیر remained unchanged یعنی دیر ما چینج نمیتونیم، تغییر نمیتیم یا کلمه دیگر به جای دیر استفاده نمیکنیم، بلکه خود دیر را در تکاشن هم استفاده میکنیم. مثل this is my brother. ببینین سبجکت جمله ما چیه؟ this. چون سبجکت جمله this هست، ما میگیم isn't it، به جای this از it استفاده میکنیم. this چینج میشه به it. There won't be time, will there? و در اینجا چون سبجکت جمله ما there هست، ما در تکوشن به جای there از it یا از کلمات دیگر استفاده نمی کنیم، بلکه خود there را قرار می دهیم. فقط زمانی که سبجکت جمله ما this و that باشه ما از it استفاده می کنیم به جایش، نه زمانی که there باشه. there خود there میشه. تشکر دوستای عزیز که تا آخرین درس با ما بودید. خدا نگهدارت.